حمله اخیر در مسکو که داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت کشورهای جهان را آگاه ساخت که در روابط و تعاملشان با طالبان باید تجدید نظر کنند دیوید سیدنی معاون پیشین وزیر دفاع ایالات متحده در صحبت با صدای آمریکا با اشاره به حملات اخیر داعش در مسکو و ایران همچنین تبلیغات بسیار گسترده این گروه با استفاده از آژانس خبریشان میگوید که این وضعیت نشان میدهد که گروه دولت اسلامی شاخه خراسان نابود نشده بلکه در واقع قوی تر از قبل عمل می آقای سیدنی بر این باور است که طالبان از زمان به قدرت رسیدن دوباره ایشان به طور واضح هیچ اقدام موثری را برای توقف حملات داعش بر کشورهای سراسر جهان انجام ندادند و بسیاری کشورها احساس تهدید می کنند. تا به حال هیچ پاسخ موثری وجود نداشته است. روسیه و ایران چندین بار از سوی داعش خراسان هدف حمله قرار گرفته و آنها هیچ راهی برای پاسخ معصر ندارند آنها از طالبان خواستند که کار بیشتری در مبارزه با دایش انجام دهند اما طالبان به طور واضح ناتوانند و تمایل به انجام آن کار ندارند طالبان حمایت از گروه های جهادی را نسبت به نگرانی های منطقه ترجیح داده است هماین محتاط پژوهشگر مطالعات ضد دهشت افکنی در دانشگاه لایدن هالند میگوید که پس از حمله داعش در مسکو نگرش کشورهای جهان در تعاملشان با طالبان از این به بعد تغییر خواهد کرد اما تصوری که اینا از طالبان داشتن که حداقل اینا قادر به هستن که افغانستان تحت اداره خود داشته باشند و نفوذ شبکه‌های توریستی در داخل خاک افغانستان و انجام تمام شواهد برعکس شما میده لنسیک هم سناتور برجسته جمهوری خواه در کانگرس ایالات متحده دو روز قبل در پست شبکه اجتماعی اکس خواستار حمله بر موازه شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان شده است. اهداف شاخه خراسان گروه دولت اسلامی را در افغانستان باید محکم بکوبیم پیش از آن که دیر شود و عملیات آنان را مختل سازیم پیش از آن که بسیار دیر شده باشد باید همکنون کنترل عملیاتی مرزی را بگیریم اما معاون پیشین وزارت دفاع آمریکا در پیوند به نظر سناتور گراهام به صدای آمریکا گفت که با در نظر داشت عدم حضور استخباراتی در داخل افغانستان آمریکا توان اقدام نظامی موثر علیه داعش را ندارد یالات متحده امکانات در داخل افغانستان برای کشف مراکز فعالیت داعش را ندارد ما نمی توانیم فعالیت داعش را در داخل افغانستان مختل کنیم بنابراین در حالی که من ناراحتی سناتور گراهام را درک می کنم در واقع یالات متحده می تواند حملات با تیارات درون و بمباران و سایر اقدامات را انجام دهد ده اما این روش در گذشته نشان داده که در توقف سازمان های دهشت افغانی معصر نیست بلکه به تلفات غیر نظامیان می انجامد. کنت فرانک مکنزی رئیس پیشین فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنت کامنیز، نیز هفته گذشته از افزایش قدرت داعش هشدار داد و از حکومت امریکا خواست تا جلوه توانمند شدن داعش و القاعده را در افغانستان بگیرد. از سوی دیگر مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا نیز داعش را تهدیدی علیه امریکا و اروپا خوانده و افزایش تهدید این گروه را با خروج شتاب زده امریکا از افغانستان ربط داده است متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در ماه جدی هشدار داد که اردوی امریکا قابلیت نظارت از وضعیت و پاسخ به فعالیت‌های تروریستی در افغانستان را دارد جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید نیز در همان ماه گفته بود که شاخه خراسان گروه داعش در مجموع در افغانستان حضور داشته و به گونه متداول مردم افغانستان و منطقه را تهدید می کند اما او یک ماه بعد در پیوند به گزارش شورای امنیت ملل متحد در مورد فعالیت های القاعده و روابط این گروه با طالبان افغانستان گفته بود که القاعده توان این را ندارد که امریکا را تهدید کند طالبان همواره ادعا کردند که القاعده در افغانستان وجود ندارد داعش سرکوب شده است و به هیچ کس اجازه دهند که از خاک افغانستان بالای کشور دیگری حمله کنند محمد احمدی تلویزیون آشناس آمریکا واشنگتن